سلام و وقت بخیر میگم به شما بینندگان عزیز. تو این ویدیو بهتون میگیم که چگونه معجون زردچوبه و فلفل سیاه رو باید هر روز مصرف کنیم که معجزه اون رو در درمان بیماری کبد چرب ببینیم و همچنین این معجون باعث میشه که کبدمون پاکسازی بشه. همراه ما باشید تا با این دستورالعمل‌های طلایی بیشتر آشنا بشید که هندی‌ها خیلی از اون استفاده می‌کنن و خوشحال میشم که کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگولک کنار سابسکرایب رو بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما در آینده با خبر بشید. کمتر ادویه‌ای تونسته مثل زردچوبه توجه همه رو به خودش جلب کنه. زردچوبه یه ادویه زرد طلایی که گاهی به اون زعفران هندی میگن. بیشترین فواید بالقوه زردچوبه به خاطر ماده فعالش برای کرکامینه که برای کبد میتونه معجزه کنه. زردچوبه یه جفت ایدال برای فلفل سیاهه. فلفل سیاه هم خواص خودش رو داره. این مدویه معروف و تند و پرطرفدار از گیاه فلفل سیاه تهیه شده. فلفل سیاه مانند زردچوبه داره خواص ضد التهابی و آنتی اکسیدانیه و همین باعث شده در کنترل بیماری های التهابی و کبدی و کاهش آسیب رادیکال های آزاد مفید و مؤثر باشه. حالا چرا باید زردچوبه و فلفل سیاه رو با هم مخلوط کنیم؟ زیرا پپرین که در فلفل سیاه وجود داره به بدن کمک میکنه کرکامین که در زردچوبه وجود داره بیشترین جذب داشته باشه و این چیزیه که یافته های علمی اون رو نشون داده. اگه علاقه مندید برای کمک به سلامتیتون از فلفل سیاه و زردچوبه استفاده کنید، میتونید از مکمل هاش استفاده کنید. همچنین ترکیب زردچوبه و فلفل سیاه باید یه نسبتی داشته باشه. بهترین نسبت برای ترکیب زردچوبه با فلفل سیاه نسبت 4:1. بدین ترتیب که یک قاشق چایخوری پودر زردچوبه تازه رو با 1/4 قاشق چایخوری پودر فلفل سیاه تازه ترکیب میکنید و از خواص بی‌نظیر اون با خبر میشید و حتی ازش بهره مند میشید. حالا این ترکیب برای کبد چی کار میکنه؟ خب بهتون گفتیم که این ترکیب یه ترکیب ضد التهابیه. کرکامین موجود در زردچوبه از سلول‌های کبد در برابر آسیب‌های ناشی از سموم مضر محافظت می‌کنه و فلفل سیاه نیز با تقویت دسترسی زیستی به گلوتاتیون به سلامت کبد کمک می‌کنه. گلوتاتیون ترکیبی که از سلول‌های کبد می‌تونه محافظت کنه. این ترکیب حتی فواید زیاد دیگه هم داره. برای مثال می‌تونه با افسردگی مبارزه کنه. در کنترل دیابت بسیار موثره. میتونه باعث کنترل چاقی بشه، باعث پیشگیری از سرطان میشه، مخصوصا سرطان سینه، معده، روده و حتی خون و کبد. باعث تقویت حافظه میشه و میتونید درداتون رو با زردچوبه و فلفل سیاه تسکین بدید و میتونه به گوارشتون هم بسیار کمک کنه و نفخ و اسپاسم از بین ببره. حالا سوال اینجاست، این ترکیب رو چطوری استفاده کنیم که بتونیم از تمام خواصش در جهت تقویت کبد بهره ببریم؟ خب روش های متنوعی وجود داره و خب طبق سلیقه‌مون میتونیم هر یکی از این روش هایی که قراره بهتون بگیم رو انتخاب کنیم. در هند مخلوط زردچوبه و فلفل سیاه رو به صورت چای و دمنوش یا به صورت ترکیب با روغن زیتون، روغن نارگیل، عسل و زنجبیل استفاده میکنن. امروزه ترکیب زردچوبه و فلفل سیاه رو با املت یا تخم مرغ هم استفاده می‌کنند. حتی شما می‌تونید اون رو در خوراکاتون مثل سوپ، خوراک سبزیجات، سس دمنوشاتون استفاده کنید. خب، یکی از روش‌ها استفاده از دم کرده زردچوبه و فلفل سیاهه. به چه چیزایی نیاز داریم؟ آب داغ، نجوش، 1 فنجان، 2.5 قاشق چایخوری پودر زردچوبه، 1 عدد لیمو ترش تازه به مقدار دلخواه فلفل سیاه و عسل طبیعی 1/3 فنجان. در یه ظرف شیشه ای عسل و پودر زردچوبه رو با هم ترکیب کنید تا خمیری ایجاد بشه. این خمیر رو در یخچال بذارید و هر زمان که خواستید برای تهیه دمنوش زردچوبه از اون استفاده کنید. برای تهیه چای زردچوبه و فلفل سیاه 1 قاشق چایخوری از خمیر زردچوبه و عسل رو در 1 فنجان آب داغ بریزید و خوب هم بزنید. حالا آب 1 لیمو ترش تازه و مقداری فلفل سیاه رو به اون اضافه کنید، بذارید 2 تا 5 دقیقه بمونه تا دم بکشه و سپس اون رو نوش جان کنید. عسل به عنوان شیرین کننده در این دمنوش به صورت اختیاری استفاده میشه ولی خواص ضد میکروبی داره و حتی برای کبد هم بسیار مناسبه.
لیمو ترش هم که یکی از مواد مناسب برای کبده و باعث افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی چای زردچوبه و فلفل سیاه میشه و میتونه باعث تقویت کبد هم بشه. یکی دیگه از ترکیبا ترکیب زردچوبه، پودر فلفل سیاه و روغن زیتونه که بسیار باب شده که از این ترکیب در بسیاری از سس‌ها استفاده بشه. شاید بپرسید طرز تهیه‌اش چطوریه؟ به اندازه 1/4 قاشق چایخوری زردچوبه رو به نصف قاشق چایخوری روغن زیتون ترکیب می‌کنید و مقدار کمی هم فلفل سیاه به اون اضافه می‌کنید. این سه ماده غذایی رو می‌تونید در یه فنجان با هم ترکیب کنید و سپس اون رو مصرف کنید. لازم به ذکره که بنا به تشخیص خودتون می‌تونید اون رو به تنهایی و یا همراه با سالاد یا سوپتون هم میل کنید. به این نکته توجه داشته باشید که اگه تصمیم گرفتید اون ترکیب رو با غذای اصلیتون میل کنید، بهتره که در مرحله آخر به غذا اضافه کنید، زیرا که باعث میشه همه خواصش ثابت باقی بمونه. همچنین این ترکیب برای سرطان کبد هم بسیار مناسبه و میتونه از سرطان جلوگیری کنه و یه روش برای غلبه بر تومورهای بدخیم سرطانی هستش. بنابراین یادتون نره که از این ترکیب حتما استفاده کنید. در این میان شما میتونید مقداری زنجبیل هم به این ترکیب اضافه کنید و بستگی به ذائقتون داره. و مورد آخر که باهاش درست میشه شیر زردچوبه هندی هستش که به هالدی دو معروفه. شیر طلایی یه نوشیدنی اصیل و قدیمی هندی که در طول ماهای سرد سال نوشیده میشه. نسخه ساده این نوشیدنی به سادگی با ترکیب شیر گرم و زردچوبه درست میشه، اما از نسخه اصلی اون میشه بهره بیشتری برد. یعنی هل، فلفل سیاه، میخک و زنجبیل و عسل و روغن نارگیل هم به شیر اضافه بشه تا نوشیده یعنی قوی تر بشه. شیر زردچوبه خواص ضد ویروسی و ضد باکتریایی داره، فواید بیشماری داره و از مهمترینش اینه که باعث سمزدایی کبد میشه، تقویت سیستم ایمنی بدن، درمان سرماخوردگی، بهبود هضم، کاهش وزن و عضله سازی از ویژگی های بارزشه. حالا شاید بپرسید که این شیر بسیار خوشتم چطوری درست میشه؟ خب به یه فنجان شیر کامل نیاز داریم، یه قاشق سوپخوری زردچوبه، یه عدد ریشه زنجبیل که معادل 2.5 سانتیمتر زنجبیله، یک عدد چوب دارچین خرد شده، 5 عدد دانه فلفل سیاه، یه قاشق سوپخوری روغن نارگیل، 3 یا 4 عدد هل، یه قاشق سوپخوری عسل و پودر دارچین یا پودر هل برای تزیین نیاز داریم. یه قاشق چایخوری روغن نارگیل رو در یه شیرجوش کوچیک به زردچوبه، دانه فلفل سیاه، هل، زنجبیل، چوب دارچین تکه تکه شده اضافه می‌کنید و اجازه می‌دید تا این مواد برای 2-3 دقیقه روی حرارت کم بمونه و عطرشون در بیاد. یه فنجان شیر رو در شیرجوش بریزید و اجازه بدید شیر بدون اینکه بجوشه روی حرارت متوسط گاز داغ بشه. عسل رو در شیرجوش بریزید و شیر زردچوبه رو برای حدود 5 دقیقه روی حرارت ملایم بپزید. سپس شعله گاز رو خاموش کنید. درب شیرجوش رو بذارید و اجازه بدید تا این مواد برای 5 دقیقه استراحت کنه و طعم مواد به خورد شیر بره. شیر زردچوبه رو از صافی فلزی رد کنید و در لیوان سرو کنید. مرسی از همراهیتون تا آخر این ویدیو. امیدوارم که این ویدیو براتون موثر بوده باشه. خوشحال میشم که نظراتتون رو در قسمت کامنت برای ما بذارید. تا ویدیوی بعدی شب و روزتون خوش و خدایا رو نگهدارتون.